سلام، حسن پرهیزکار هستم. خیلی خوش اومدیم به دومین قسمت از تحلیل یکی از تنظیم‌های من به اسم رویای بی‌مثال. خب ما توی قسمت قبلی کاری که انجام دادیم این بود که در واقع اومدیم اول در واقع اینتروی کار رو بررسی کردیم و بعد اومدیم ورس کار، ورس دوی کار، کورس کار و بعد رسیدیم به ملودی کار. رو پیشنهاد میکنم این قسمت اول رو ندیدین، از لینکی که بالا قرار میدم قسمت اول کار رو در واقع تماشا بفرمایید و بعدش در واقع دیدن این ویدیو رو در واقع بهتر میکنه و یه خورده قابل لمستر میشه این در واقع ویدیو برای شما. خب بریم ابتدا اول کار در واقع قسمت ملودی کار رو گوش بدیم و بعد تجزیه و تحلیلش کنیم که چه اتفاقاتی توش افتاده. همینطور که میبینید قسمت بولد کار در واقع یه جورایی اون ملودی چار لاینی است که من با ویولون زدم، کوارتت زی است که چار لاین ویولون زدم و در واقع بخوام خالی گوش بدیم به این شکل هست. که اومدم لاین اول رو به راست پنگ کردم، دومی به چپ، درصدش هم که دارید میبینی 47 34. آن این درصدش خیلی گوشی و سلیقه‌ای بود، واقعا در واقع نمیشه گفت که حتما این عددها یه عددهای خاصیه. خیلی توی بچه‌ای که مطمئنا شما خودتونم میدونید، بچه‌ای که تنظیم میکنن میدونن همه چیز حسیه. یعنی شاید مثلا توی یه پروژه شما بخواین درصد بیشتری کارتون رو پهن بکنید و توی بعضی از پروژه هاست که خیلی درصد کمتری، مثلا شاید زیر 10 پهن بشه. یه بار با ریتم کار گوش بدیم ملودی رو، کوارتتی که زده شده. خب ریتم کار هم در واقع لانچ پدی است که حالا من با در واقع کاخون زدم، کاخون رو با لانچ پد زدم که یه ویدیوی کاملا اختصاصی برای اینکه چجوری ریتماتون رو با این لانچ پد گرویژن توی کیو بیس بزنید در واقع توی هفته آینده درست میکنم. ولی حالا حتما نباید این لانچ پد باشه، تمام نرم افزارهای در واقع موسیقی لانچ پد دارن و اکسترنال هم شما میتونید دانلود کنید. مهم در واقع استفاده کردن درست از در واقع اون پدهای در واقع خود لانچ پد است که شما میتونید هر لوپی رو، هر لوپ در واقع سازنده ای رو که شما، حالا من فعلا گرایشم توی این توضیحی که دارم میدم میشه به ساز کوبه ای است، ولی هر لوپی رو شما میتونید داخل هر لانچ پدی بندازین، سلایسش بکنید و با در واقع میدی کنترلرتون نوازندگی بکنید و خب خیلی هم طبیعی و تر تمیز هست. توی میگم تو قسمت اول من در واقع یه توضیح راجع به این قضیه دادم، ولی ویدئویی که میسازم دیگه همه چیز رو واضح میکنه برای شما عزیزان. خب حالا فاز سازی که از فعلا حالا فاکتور بگیریم ویولون رو عذرخواهی میکنم، ویولون رو فاکتور بگیریم، فاز سازی که شده حالا من ریتمو میذارم و بعد نسبت به گیتار من اول اومدم در واقع گیتار رو موقعی که ملودی داشتم ریکورد میکردم اول گیتار رو زدم و بعد نسبت به اون در واقع ویولونمو نوشتم. گیتار رو ببینیم که چه اتفاقی افتاده. اول یه آرپژو گیتار زدم، پنش کردم به سمت چپ و به این در واقع درجه رسیدم. Thank you.
بسیار عالی. و بعدش رفتم به سراغ استرام و استراما رو پنگ کردم به سمت راست که ایمادو پورتر کنه کار رو و اینجوری شد. خب خیلی هم عالی. و بعد ریتم گیتار که زده شد در واقع دیگه کلم پر کرد و ریتمو خیلی پهن نکردم، یه مقداری به سمت راست دادم، به گرایش داشت به سمت که در واقع استراما بودن که زیاد تداخل با در واقع آرپژ گیتار ایجاد نکنه. یه بار با ریتم گیتار گوش بدیم. می‌بینید تأثیر ریتم گیتار رو؟ می‌بینید چقدر فرق می‌کنه اگه باشه توی کار؟ خب بسیار عالی. حالا بریم تقریبا میشه گفت همون ملودی که من در واقع زده بودم با ویولون رو همونو حالا به یه نسبتی تو دو تا لاین اومدم با در واقع با چیز زدم، با گیتار زدم که یکیش در واقع سوپرانو میشه. و لاین بعدیش بیسش است. خیلی این تکنیک رو استفاده کنه، خیلی یه حالت در واقع میشه گفت که یه حالت ترکی قشنگی میده به ملودی گیتارتون. و ملودی البته این ومپر رو بعد از که ویولون زدم اومدم این ومپر رو زدم. خب این ومپ رو دارم میگم که حالا بعد اینکه با ویولون گوش دادیم بعد دیگه این ومپ رو پلی میکنم به این شکل. که حالا با ریتم اگه بخوام بذارم اینجوری میشه. حالا بریم سراغ در واقع آغاز میخوام اینا میوت بود، دوباره گوش بدیم. بریم سراغ در واقع پیانویی که بعد از این من زدم زیر کار. در واقع عرض کنم خدمتتون که پیانو یه حالت بیشتر فضاسازی، حالا بعضی جا ما میتونیم ملودیاش هم بشنویم ولی بیشتر وظیفه فضاسازی رو داشت. میبینید که اگه حالا با کل کار گوش بدیم فضاسازی کار رو خب حالا بعدش اومدم یه گیتد آرپ گذاشتم اینجا که اگه بخوام حالا سولوش رو در واقع اینجوری میشه. این گیتد آرپ زیر کار است که زیاد شنیده نمیشه ولی خب واقعا خیلی تأثیر داره و یه حالت دنسی میکنه کار رو در واقع یه مقداری. اگه دقت کنیم با هم دیگه گوش بدیم.
تأثیرش رو تو کار ببینید. بخواست صداش هم زیاد میکنم. میبینید داخل میوت میشه. خب بسیار عالی. و بعدش در واقع پدی بود که من زیر کار زدم. پد خیلی نامحسوسه توی کار ولی باید باشه. این پد خیلی در واقع تقارن خوبی داره با کوارتتی که زده شده. شما الان اگه مثلا تأثیرش رو ببینید توی کار ببینید. من پد رو الان میوت میکنم. ببینید خیلی پر میکنه کار رو. و کلان ساختمون ملودی کار این بود که زده شد و از اول اگه بخوام گوش بدیم بعد میرسیم به بریج کار که دیگه خواننده دوباره وارد کار میشه و بریم ببینیم ساختمون در واقع این قسمت از خود در واقع کار چجوری هستش. یه بار گوش بدیم. آتش زدی به دل با کوچه بار بتن پر می کشد دلم هر لحظه سوی تو کاری که من کردم میخوام بیشتر المان ها تقریبا همونه، یعنی از در واقع کورس تا ملودی تا حالا بریج زیاد تغییر ایجاد نشده. شاید مثلا توی گیتارا در واقع یه چک بکنیم ببینید مثلا آرپیج و استرام برداشته شده و فقط الان ما ریتم داریم، چون اینجا یه فضای خلوت رو نیاز داشتم که به چشم بیاد بعد از این در واقع بریج. کاری که من انجام دادم این بود که البته این کار توی کلی قضیه هستش، اینکه همه لاین های در واقع ساز های کار رو دادم به یک لاین به نام هول گروپ که حالا در واقع گروه کلی میشه و یه پرویمبی شرکت فافیلتر باز کردم. محدوده ای که دست وکال دوست دارم باشه 100 تا 500 است. اومدم در واقع این رو یه سایچین کردم به در واقع گروه های اصلی وکال و در واقع اینجا هم گذاشتم آره رو اکسترنال و این کار در واقع خوبیش اینه که زمانی که توی خواننده در واقع داره کار میخونه و در واقع داره شعر رو میخونه این فرکانسی 100 تا 500 رو ما در واقع دستور میدیم به سازهایی که داره زده میشه، میگیم که در واقع زمانی که فرکانس و صدای خواننده میاد صدای سازها بیاد پایین تر، که حالا با این در واقع تریشوت و رنج میتونید تعیین کنید که چقدر پایین باشه. که من این در واقع این مبحث رو توی ویدیو جدا، چون خیلی کاملا به بحث میکس و مسترینگ بستگی داره، یعنی کاملا یعنی مربوط به اون قضیه میشه، یه ویدیوی کامل برای این قضیه میسازم، کامل اونجا میشکافم که اصلا قضیه چیه و چه اتفاق میخواد بیافته. و حالا وکال هایی که من گذاشتم داخل این کار و بعد در واقع بخوام الان تجزیه تحلیل کنم قسمت بریج کار رو، میگم خیلی چیزاش اینه در واقع قسمت ملودی است. و اینکه اومدم دوباره چارنم ویولون زیر کار صدای خواننده رو پوشش دادم، یه حالت استرینگی زدم که الان با هم دیگه تحلیلش میکنیم و
خود صدای خواننده این بک وکالی هست که تو قسمت دومش گذاشته شده، یعنی چک بکنیم با صدای خود خواننده. در واقع این اینجا رو گوش بدین. ببینید و بک وکالی هست که از خود در واقع وکال من ساختم، که برای این قضیه هم دوباره یه ویدیو خواهم ساخت در آینده. و اینکه بچه‌ای که حالا پلاگینه که در واقع میاد و فاصله خواننده رو میذاره، خب اونا خیلی مفیدن، ولی اگه این کار رو انجام بدین از صدای خود خواننده بگیرین، خب شما میتونید دستی، یعنی اون ملودی که تو ذهنتونه برای بک وکال رو بنویسین، چون اون پلاگین ها در واقع یه چیزی آماده دارن، حالا فاصله سوم و پنجم رو آماده دارن، ولی اینجوری شما میتونید خودتون بالا پایین کنید و خب خیلی بهتر از پلاگین هست. با اینکه میگم اون پلاگین ها خب خیلی خوبن و خیلی مفید هستن. یه بار با بک وکال کلی گوش بدیم. بک وکال به خاطر اینکه یه مقدار تداخل فرکانسی نباشه، من پنش گردم به سمت چپ که در اون مزاحم فرکانس مونوی وکال که وسط هست نباشه. یه نگاهی به کوارتت بندازیم ببینیم که چی زده شده زیر کار. من سعی میکنم صدای وکال رو کم بکنم که گوش بدیم و بعد کم کم صدای وکال میارم بالا که ببینیم چه اتفاقی داره میفته. ببینید استرینگ رو گوش بدیم. حالا کم کم میارم بالا صدا خواننده رو. دوباره استرینگ. ببینه خیلی تأثیر داره و یه فضای خیلی جالبه میده به کار. خب بعدش قسمت یه حالت get down هست که یه مقداری کار خلوت میشه و کار میخوابه اصطلاحاً، و بریم این تیکر هم گوش بدیم. هر شب من و غمت در کنج خلوتی، فریاد بی صدا تا اوج آرزو. از این قسمت دیگه میام یه خور بالاتر با یه ریتم. دست مرا بگی تو رفته ای و دل هر شب به گفتگو. خب بسیار عالی. اینجا که اتفاقی که افتاده این که خب پد که حضور داره، هر شب من و غمت، کاری که من کردم آره تو گیتارا در واقع اومدم دیگه ریتم رو برداشتم، اون دوتا آرپیج و استرام رو گذاشتم که یه خور خلوت‌تر بشه، و تیک دومش که تو ضرب میفته رو دوباره ریتم گیتار رو بهش اضافه کردم و دیگه کواردت زین نیست و تک ملودیه. ای گوش بدین. هر شب من و غمت در کنج خلوتی، میبینید یه حالت ومپی شده برای ویولون. اینجا هم که کلن اصلا استرینگ ها رو برداشتم، کوارتت رو نزدم. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ آره اینجا دوباره گیتد آرپ رو اضافه کردم که دوباره بخوایم یادآوری کنیم این بود، چون یه مقدار اکت میده به کار، چون از فاز خلوت دوباره اومدیم توی فضای نسبتاً شلوغ‌تر نسبت قبلش. بعد اضافه شد وکال هارمونی، اضافه شد دوباره. قسمت اول بدون وکال هارمونی بود و قسمت دوم با هارمونی اضافه شد. و حالا بریم سراغ
آخرین هوک کار که در واقع من یه تغییری دادم، یه مقداری صدای خواننده رو کم کم فیدش کردم و کم کم آوردم بالا، این فضای جالبی شد. گوش بدیم. میبینید چطور شد؟ ببینید اوتومیشنی که من گرفتم رو در واقع از گروه کلی نگرفتم، خود وکال گرفتم. یعنی بک وکال ها هستن، همه چی هست، استرینگ ها همه هستن، فقط وکال اصلی هست که یه فیدی میشه دوباره میاد بالا. یه بار دیگه گوش بدیم. بله، خب بعد دوباره میریم سراغ همون هوکی که دیگه طبیعی بود و برای خود موزیک بود با همون ترکیباتی که داشتش، که گوش بدیم یه بار با یه پاساژ میریم توی قسمت دوم هوک. بسیار عالی. و دیگه آخرش هم دیگه اندینگ است که دیگه تموم میشه موزیک. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. یک بار دوباره بریم از ملودی تا آخر گوش بدیم و عرض کنم خدمتتون که ببینین چجوری هستش. و اینکه واقعا ازتون ممنونم که این ویدیو رو تا آخر با من همراه بودین، دنبال کردین. و اینکه اگه این ویدیو رو دوست داشتین و به این مطالب علاقه دارین، خواهشی که ازتون دارم اینه که ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر ویدیویی که من گذاشتم شما اولین نفر باشین که بتونید اون ویدیو رو تماشا کنید. و توی کامنت ها برای من بنویسید که به چه نوع آموزشی توی آهنگسازی علاقه دارین و چه نوع سبکی رو دوست دارین که من ازش ویدیو بسازم، چه سوالاتی دارین توی دوای آهنگسازی، چه چیزی ذهنتون رو مشغول کرده و دوست دارین اونو یاد بگیرین، برای من تو کامنت ها بنویسید و من حتما به بهترین شکل اون ویدیو رو برای شما تهیه میکنم و در واقع خدمت شما ارائه میدم که بتونم در واقع به شما کمکی کرده باشم. خیلی ممنونم و میبینمتون. تو سوی من بیار.